دستور اولمون گزارش وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است. درهای مجلس 11 در اولین روزهای کارش در حالی گشوده میشه که سند تحول بنیادین به عنوان محور فرهنگی تربیتی این مجلس از سوی وزیر آموزش و پرورش حسن روحانی در رأس امور قرار میگیره. حاجی میرزایی با تاکید بر اینکه این سند حکم قانون داره، مطالبه علی خامنه‌ای و مورد تایید حسن روحانی است، گفت با این شرایط سخن گفتن از اسنادی مثل BC سخنی گزافه. اما سند تحول بنیادی که با هدف تربیت نسل آینده در دستور کاره و بنادار تا سال 1404 تغییرات بنیادی در حوزه فرهنگ و آموزش کشور ایجاد کنه، در واقع یک نوع تبیین طرح مقاومتی است در برابر سند BC یونسکو. سندی که از همان سال 95 که در ایران رونمایی شد، مورد مخالفت جدی علی خامنه ای قرار گرفت. نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشه. حرف منی. شما میگی این مثلا فرض کنید خلاف اسلام نداره. داشته باشه یا نداشته باشه. اینجا ایرانه. اینجا جمهوری اسلامی است. اینجا این ملت بزرگن. نظام آموزشی ما رو 4 نفر بنشینن توی یونسکو یا سازمان ملل یا اونجا بنویسن. چرا؟ این همون مسئله استقلال. استقلال ابعادش تا اینجا هست. در واقع 17 سرفصل یونسکو از رسیدن به توسعه پایدار تا سال 2030 حرف میزنه. برنامه راهبردی سازمان ملل که نقش آموزش در حوزه زنان، حوزه‌های مدنی و حقوق شهروندی از جمله این سرفصل هاست. که البته چون اساس سند مورد تایید نبود، طرح تحول بنیادین به نوعی درست در نقطه مقابل اون تهیه شد. حالا این سند تحول تولید داخل که در قالب کارگروه و کمیته‌های تخصصی در مجلس و آموزش و پرورش اجرایی شده، بر آموزش مؤلفه‌های اسلامی مطابق با قوانین شرعی تکیه داره و تغییر محتوای کتب تحصیلی تا فایل‌های آموزشی رو در همین راستا دنبال می‌کنه. به نظر میرسه این تغییرات که تا تحریف تاریخ هم پیش رفته چنان مورد توجه وزارت آموزش و پرورشه که مسائلی چون نبود امکانات برابر فضاهای آموزشی یا کمبود نیروی انسانی در مناطق محروم رو از یاد بردند. همین امروز که رئیس مجلس تعیین و تکلیف حل معضلات فرهنگی را به سه قوا سپرد، نماینده همین مجلس به رشد قارچ‌گونه مدارس لاکچری و نبود توجه به عدالت آموزشی و شفافیت اشاره کرد. مسائلی که دقیقاً از مفاد مهم سند BC یونسکو هستند. باید دید نسلی که آیندهش حالا در دستان همین نظام آموزشی ایدئولوژیک بر پایه تحول بنیادینه، آنطور که بنیانگذار نظام میخواست جامعه آرمانی انقلابی تشکیل خواهد داد یا در مقابل چیزهایی خواهد ایستاد که در مدرسه سعی کردند یادشان بدهند. همونطور که نگاه میکنین امروز 13 آبان بچه مدرسه ای رو ریختن تو در خیابون. فیروزه جابانی، اتاق خبر. شعارهای مرگ بر آمریکا کماکان ادامه داره.